بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز سلام. استاد رضایی هستم. شما را به ادامه درس مضمون بیولوژی سینف دهم خوش آمدید میگم. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که قرار داشته باشید از تمام آفات و آسیب روزگار در امان باشید و در امان بمانید. شاگردان عزیز، قسمی که در جریان هستید، امروز قرار است که درس 43 ما و شما رویش بحث داشته باشیم. قبل از اینکه درس جدید آغاز بکنیم، درس روز گذشته را هم یک بار با هم دیگه مرور میکنیم و کارخانگی که براتون داده بودم رویش به صورت بسیار خلاصه بحث میکنیم. درست است؟ خب شاگردان عزیز، درسی گذشته ما شما در رابطه با خلاصه فصل ششم و همچنان در رابطه با سوالات فصل ششم بود. خب من گفته بودم که شما سوالات فصل ششم در کتابچه های خود بنویسید و اینا را حل بکنید. خب ببینید، روی سوالات تشریحی، شجره نامه ارثی چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟ ما شما گفتیم که کسی که به کدام مریضی مبتلا شود، این آدم وادار می کنه تا شجره نامه فامیلی خود یک بار بررسی بکنه و برای بررسی شجره نامه فامیلی یک بخش خاصی ژنتیک به نام چی وجود داشت؟ به نام پیدگری. پیدگری درست است؟ پیدگری یک بخش خاصی از انجینری ژنتیکی هست که توسط از این میشه که شجره نامه فامیلی خود یک بار بررسی بکنه که آیا مرض در پدرش بوده، در مادرش بوده، در پدر کلانش بوده، در مامایش بوده، در کی بوده، که بر اساس این میتونه شجره فامیلی خود چیکار بکنه، بررسی بکنه. سوال بعدی، علت داون سندروم را مختصرا تشریح نمایید. چه علت داون سندروم؟ گفتیم داون سندروم، داون به معنای داون نام یک دانشمند است و سندروم به معنای اختلال، چون بار اول دانشمندی به نام داون روی ازی اختلال تحقیق کرد، بنان به نام خودش مسمی شد. خب گفته که علت داون سندروم، ببینین داون سندروم بنابر عوامل خاصی به وجود میاد که یکی از عواملی به وجود آمدن داون سندروم سن مادر است. بله، چنان که ما و شما رویش بحث کردیم، گفتم مادرانی که سنش از 30 سال پایین تر باشه، احتمالی به وجود آمدن داون سندروم از هر 1500 نفر چند نفر است؟ 1 نفر. اگر مادران سنش 35 شوه، از 30 الی 35 سال باشه، این 2 برابر میشه، یعنی یکی بر 700 چند میشه، یکی بر 750 میشه. بسیار عالی. و مادرانی که سنشان از 45 به بالا باشه و اطفالی که اینا به دنیا میارن، احتمال داره که از هر 16 نفر 1 نفر به داون سندروم چیکار شوه؟ مبتلا شوه. درست است؟ سوال بعدی، از لحاظ ژنتیکی ناقل به چی کسی گفته میشه؟ مختصراً معلومات دهید. ناقل به معنای انتقال دهنده. ببینید، ما و شما دو تا اصطلاح در علم ژنتیک داشتیم، یکی هوموزایگوس و همچنان هتروزایگوس داشتیم. هوموزایگوس به کسایی گفته میشه که اینا برای یک صفت علیل های مشابه داشته باشه و هتروزایگوس برعکسش. صحیح شد؟ اینا رو ببینین، امکان داره یک شخص فرض مثال مرض خیزری یا البینو را در خود داشته باشه، ببین، اما یک شخص دیگه امکان داره نداشته باشه. او شخصی که نداشته باشه، اما امکان داره که هتروزایگوس باشه، یعنی جینی معیوبی مرضی خیزری در خود داشته باشه، اما او چی برش گفته میتونیم؟ ناقل گفته میتونیم. امکان داره در بچهش، در نواسهش، در کواسهش، در آبا و اجداد از او بعد از او اونمو بخشید از آبا و اجداد که نیست، نسلهای بعدی که از او به دنیا میه، امکان داره که او چکار شد؟ انتقال بکنه. درست است؟ خب شاگردای عزیز، اینالی بر اساس درسی گذشته شما میفهمین که عنوان درسی امروزی ما چی هست؟ بله، قسمی که شما در گوشه تخت مشاهده میکنین، فصل 7 امروز ما شما میخوانیم، عنوان تطبیق ژنتیک، صفحه 90 و 91، درس 43. خب شاگرد عزیز، شما با این صفحه یک بار مشاهده بکنین و کتابای خود باز بکنین. ببینید شاگرد عزیز، صفحه 91 و 92، درسی 43 پیدا شد. بسیار خوب. خب شاگرد عزیز، شما کتاب و کتابچه و قلم پیش رویتان باشه و نکاتی که ضرورت میشه تا او را یادداشت بکنین که وقت دچار مشکل نشه. درست؟ خب پس عنوانی که امروز ما شما میخوانیم تطبیق علم ژنتیک و همچنان عنوان دیگری که میخوانیم به نام DNA یاد میشه. شاگرد عزیز، قسمی که ما شما در فصل های قبلی خواندیم در رابطه با ژنتیک گفتیم،
ژنتیک علمی است که از انتقال خواص از والدین به اولاد بحث میکنه. و یک دانشمند به نام فریدریک میشر این آدم تیزابهای هستوی را هم کشف کرده بود و تیزابهای هستوی در علم ژنتیک فوق العاده از اهمیت خاص برخوردار است، به خاطر که این باعث انتقال صفات از والدین به اولاد میشه. صحیح شد؟ خب ببینید شاگردان عزیز، و همچنان ما و شما در فصلهای قبلی خوانده بودیم که خود تیزابهای هستوی حداقل باید چند خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول این که این تمام اطلاعات ژنتیکی رو در خود ذخیره بکنه و همچنان بتونه این از یک نسل به نسل دیگه انتقال داده بتونه، و همچنان این بتونه که یعنی تغییر پذیر نباشه. فرض مثال دم جینوم ما جنهایی که وجود داره این نشه که تا آخر عمر ما تغییر کرده بر، خب این باز اختلال به وجود میاد، نسل بعدی ما چه رقم خصوصیت از ما رو بگیره. درست است، پس این باید تغییر ناپذیر باشه. صحیح شد. خب عنوانی که ما شما در این فصل شروع میکنیم در رابطه با دی این ای، اول ما شما باید با اونمو تیزابهای هستوی بیشتر آشنایی پیدا بکنیم، بعد از او تطبیق عملی علم ژنتیک ما شما بیشتر میتونیم که بفهمیم. پس عنوانی که امروز رویش بحث میکنیم چی هست؟ دی این ای، دی این ای که مخفف چی هست؟ دیوکسی رایبونوکلیک اسید. بخشید این قسمت اسپلش دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید، دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید. خب دی اوکسی رایبو نوکلیک اسید یا تیزابهای هستوی، دی اوکسی نوکلیک، اینش از نوکلیک و اسیدش هم که تیزابی هستوی هست. صحیح شد. خب ببینین یک سوال در صفحه کتاب آمده که دی این ای چیست و به چی شباهت دارد. قسمی که در درس‌های گذشته هم به صورت بسیار خلاصه رویش ما بحث کرده بودیم، دانشمندان در پی ازی بودن که اون تیزابهای هستوی را به صورت بسیار خوبش بتونه چیکار بکنه، شناسایی بکنه، تا اینکه در سال 1950 میلادی دو دانشمند به نام های کریک و واتسون این دو دانشمند تانستن که تیزابهای هستوی رو در داخل حجره هسته شناسایی بکنه و مدل از زیرا بسازه، که در رابطه با درس مدل از ما شما روزی بعدی بحث خود کردیم. خب امروز روی بعض جزئیات های دیگه ما شما بحث میکنیم. خب شاگردای عزیز ببینین، اگر ما شما یک هسته حجره رو مد نظر بگیریم، در داخل هسته حجره هسته موقعیت داره. چی موقعیت داره؟ هسته نوکلس. صحیح شد؟ متوجه؟ اینالی در داخل خود این زمین هسته یک ساختمانی وجود داره به نام کروماتین. به نام چی؟ کروماتین، که پیش تاب خورده است. ببینین زمانی که شما کاغذ پران بازی میکنین، میتارش کش میکنین در زمین میبینین که مانند ماکارانهی که در داخل غوری میاریم پیش تاب خورده است بینه که دیگه. درست؟ در قدم اول ساختمان‌های به این شکل در داخل هسته حجرات وجود داره که به نام کروماتین یاد میشه. زمانی که حجره آماده تقسیم شدن میشه، اینمی ساختمان پیش تاب خورده ببینید این قسمت رسم میکنم، این زخیم میشه، این تک شکل به خود میگیره که این شکل میگه چی؟ کروموزوم. شد فهمیده؟ آفرین. این میگه کروموزوم، کروموزوم به معنای ماده رنگ پذیر است. صحیح شد. خب در بالای کروموزوم ها جین ها وجود داره. چی؟ جین ها و دی این ای وجود داره. صحیح شد؟ چی وجود داره؟ جین ها و دی این ای. خودی ترکیبی کروموزوم از چی است؟ ترکیبش از پروتین ساده و دیگه چی؟ از دی این ای یا دیوکسی رایبونوکلیک اسید. صحیح شد؟ زمانی که ساختمان های پیشتاب خورده که به نام کروماتین یاد میشه اینا زخیم میشه با هم پیچ میخوره، اینی تک ساختمان به نام کروموزوم ساخته میشه و ترکیب خود کروموزوم از پروتین و دی این ای هست. آله فهمیدین؟ بر روی کروموزوم ها جین ها وجود داره. چی؟ اینی ساختمان های خورترک که شما میبینین مانند دانه های چی؟ تسبیح. اینا چی هست؟ جین ها هستن.
جین ها هست که مسئول انتقال صفات است. هر جین یک صفت، هر جین یک صفت به استثنای بعضی صفات که باید دو تا جین یا چند تا جین باشه تا او توسطش کدگذاری شود. پس فهمیده شد عامل انتقال صفات از والدین به اولاد چی میباشه؟ جین ها. جین ها در کجا موقعیت دارد؟ در بالای کروموزوم ها. ترکیب کروموزوم از چی است؟ از پروتئین و دی این ای. درست است؟ بسیار خوب. اینال خاصیت خودی دی این ای چی است؟ باید دارای خواص ها باشد. یعنی دی این ای نی؟ دی این ای حداقل دو تا خاصیت باید داشته باشه. چی؟ دو خاصیت دی این ای. دو خاصیت دی این ای. صحیح شد؟ ببینین دو تا خاصیت دی این ای چی است؟ در قدم اول اینا بتانه که تمام فعالیت های حجره را کنترل بکنن. پس کنترل تمام فعالیتی چی؟ حجره. وقتی که حجره نمو میکنه، یک حجره رشد میکنه، یک حجره انکشاف میکنه، یک حجره تغذیه میکنه، یک حجره ببینی که ترمیم میشه، تمام این فعالیت ها توسط دی این ای چکار میشه؟ کنترل میشه. صحیح شد؟ دیگه چی؟ دیگه چی خاصیت باید داشته باشه؟ دیگه خاصیت باید اینا بتانه که معلومات ارثی را از والدین به اولاد انتقال بده یا باعث انتقال معلومات از یک نسل به نسل دیگر شود. پس دو تا خصوصیت داره. صحیح شد؟ خب عنوان دیگری رو میخونیم به نام نوکلیوتاید. به نام چی؟ نوکلیوتاید. امیدوارم که تا اینجا درس خوب فهمیده باشیم. نوکلیوتاید. ببینید شاگردان عزیز، خود دی این ای از ساختمان های کوچکی ساخته شده که به نام چی یاد میشه؟ نوکلیوتاید. پس نوکلیوتاید میگیم چی؟ واحد ساختمانی چی؟ واحد ساختمانی دی این ای یا دیوکسیرایبونوکلیک اسید. پس واحد ساختمانی دی این ای چی است؟ نوکلیوتاید. خود نوکلیوتاید ترکیبش چی است؟ ببین ترکیب از ترکیب نوکلیوتاید عبارت است قند 5 کربونه، گروپ فاسفت و قلوی. قلوی چی؟ قلوی عضوی نایتروجن دار. ببین اینجا به این شکل. صحیح شد؟ و همچنان به این شکل. اینجا گروپی چی می باشه؟ گروپی فاسفت. چرا قند اس نوشته کردیم؟ اس نمایندگیش چی است؟ شوگر است یا شکر. شکر خودش چیه؟ قند دیگه نه؟ و همچنان این اینجا چی است؟ قلبی ها. مثلا تایمین است، مثلا یوراسیل است، مثلا ببخشید یوراسیل در آر ان ای هست، تایمین است، گوانین است، ادنین است و سایتوزین میتونه باشه. فهمیده شد؟ خب ببین شاگردای عزیز، عنوان امروز ما شما تطبیق ژنتیک است. دانشمندان قبلی که ما شما در فصل‌های قبلی خواندیم در رابطه با علم ژنتیک بسیار زیاد تحقیقات کردند و مورگان بخشید میشر یک از دانشمندانی بود که تیزابهای هستوی را کشف کرد و عنوان بعدی ما شما در رابطه با دی این ای هست. دی این ای گفتیم از دیوکسیرایبونوکلیک اسید گرفته شده، از جمله تیزابهای هستوی می باشه که در داخل هسته حجرات وجود داره و زمانی که در داخل حجره ساختمان های پیشتاب خورده بنام کروماتین با هم پیشتاب میخوره، اینا چیکار میشه؟ ضخیم میشه، کروموزوم میسازه و خود ترکیب کروموزوم از پروتئین و دی ان ای هست و دی ان ای در حقیقت وظیفش انتقال خصوصیات از والدین به اولاد. یعنی دو تا خاصیت داشت که در قدم اول تمام فعالیت های حجره رو به عهده داشت، کنترل میکرد و همچنان خاصیت دومی دی ان ای ای بود که بتونه معلومات از یک نسل به نسل دیگه انتقال بده. صحیح شد؟ و نوکلتاید خواندیم. نوکلتاید به معنای واحد ساختمانی چی؟ دی این ای. کاری خانگی چون چی است؟ سوال اول، دو خاصیت مهمی دی این ای را بنویسید. سوال دوم، نوکلتاید چیست؟ به صورت خلاصه
تشریح نمایید. سوال سوم، جین ها در کجا موقعیت داشته و چی وظیفه دارد؟ شاگرد عزیز، شما روزی سه سوال بحث میکنین در خانه، کوشش بکنین که در کارخانگی با خواهرها و برادرای کوچکتان کمک بکنین و همچنان در کار خانه با والدین سهیم باشین. کوشش بکنین که در خانه بمانین، به خاطر که خدای نخواسته ناقلی مرض شما نشوین. کوشش بکنین که از منابع مختلف استفاده بکنین، به خاطر که الحمدلله سطح شما بالا رفته. البته منابعتان موثق باشه. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی، شما رو به الله پاک می سپارم. خدایا رو نگهدار.